والورده اخراج دمبله مرموز بود. ارنستو والورده سرمربی بارسا 9 نفره شدن تیمش را در برابر سویا غیر منصفانه خواند. تا انتهای این گزارش با ما همراه باشید. برای دریافت ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید و برای حمایت از ما این ویدیو را لایک کنید. بارسا در یک بازی برتر موفق شد سویا را 4-0 شکست دهد تا مشخص شود به روزهای خوب خودش برگشته است. بارسا در 20 دقیقه اول تحت تأثیر سویا قرار داشت ولی به تدریج بر بازی مسلط شد و سوارز با قیچی برگردان تماشای خود مسیر برای برتری پرگل را هموار کرد. ویدال، دمبله و میسی نیز گل‌های بعدی را به ثمر رساندند. بارسا بازی را به دلیل اخراج آراوخو و دمبله 9 نفره به پایان رساند. ارنستو والورده سرمربی بارسا در پایان بازی گفت: این یک بازی دشوار و مهم برای ما بود. برتری 3-0 نیمه اول به اندازه کافی قاطعانه بود. سویا در نیمه اول شانس‌های خوبی را از دست داد و این نشان می‌داد که با برنامه وارد زمین شده بودند. برنامه ما پرس حریف از زمین خودش بود و اینکه فضای خالی با آنها ندهیم. تفاوت ما با سویا در خط حمله بود و به خوبی از شانس‌های خوبمان استفاده کردیم. این یک فاکتور کلیدی در بازی امشب بود. والورده ادامه داد: سویا پنجشنبه در لیگ اروپا بازی کرده بود ولی امروز یک تیم جدید را در میدان دیدیم و باید بگویم که سویا تیم تازه نفسی بود. آنها موقعیت های زیادی خلق کردند. مشکل ما در ابتدای بازی کلی بود و نمیتوان فقط مدافعان را مقصر دانست، اما در هر صورت گلی دریافت نکردیم. والورده در مورد اخراج دمبله و آراوخو گفت: این در حیطه کار داوران است، اما از نظر من آراوخو مرتکب خطا نشد و در اولین بازی خودش برای بارسا مستحق اخراج نبود. اخراج دمبله اما مرموز بود، چون دقیقا نمیدانم علت چی بوده است. اینکه او به داور چی حرف زد را نمیدانم، ولی بعید میدانم او توهینی کرده باشد. گلزنی مسی: این خبر خوبی برای ما محسوب می شود. مسی اولین گل فصلش را زد و انتظار این است که روی دور گلزنی قرار بگیرد. مسی یعنی گل و وقت روی فرم باشد شانسش برای گلزنی بیشتر نیست خواهد شد. سپاس از اینکه تا انتها با ما همراه بودید. شاد و خرم باشید.